سلام دوست عزیز به چنل یوتیوب ما خوش آمدین. امیدوار هستم از دیدن ویدیو امروزی لذت ببرین، ویدیو را تا آخر تماشا کنین، همچنان لایک شیر کامنت فراموشتان نشد، چنل ما را سابسکرایب کنین، زنگولک کنار هم فشار بدین. در ویدیو امروزی در مورد 10 شهر گمشده باستانی که زیر آب دفن شده صحبت میکنیم. شهرهای زیر آب دفن شده افسانه نیستند، بلکه در دنیا شهرهای زیاد وجود دارد که به دلایل مختلف زیر آب دفن شدند. شهر زیر آب رفته بایا. این شهر در ایتالیا در زمان روم باستان مکان برای استراحت افراد ثروتمند بود. این شهر به دلیل نزدیکی به آتشفشان چشمه های آب گرم متعدد داشت که با بالا آمدن آب این چشمه ها ساکنین این شهر مجبور شدند که نقل مکان کنند. تعداد زیادی از بناهای ویران شده این شهر به تازگی کشف شده. این شهر از جمله شهرهای معروف و ثروتمند رومیان به حساب می رفت. گردشگران می توانند با قایق‌هایی که دارای دریچه‌های شیشه‌ای است و تماشای این شهر بروند و غواصی در این منطقه برای بازدید مستقیم از شهر نیز امکان پذیر است. بنای یوناگونی دفن شده در آب. هنوز معلوم نیست که این بنا ساخته شده دست بشر است که در زیر آب دفن شده و یا مجموعه از پیچیدگی‌های طبیعت است. عقیده برخی از دانشمندان اگر این بنای سنگی یادگار تمدن‌های گذشته باشد، توسط انسان‌های بسیار پیشرفته که در 5 الی 10 هزار سال پیش زندگی می‌کردند ساخته شدند که این کم غیر نرمال است، چون در اون زمان انسان‌ها به قدر پیشرفته نبودند که اقسم یک بنای عالی را بسازند. در سال 1986 خرابه های این بنا توسط غواصان در نزدیک جزیره یوناگونی در ژاپن کشف شد. بررسی ها نشان می دهند که 2000 سال پیش این شهر از اثر زلزله به زیر آب رفته. وجود زاویه های خاص در معماری بناها و وجود زینه ها و نمادهای از انسان ها و حیوانات باعث شده دانشمندان این بناها را ساخت دست انسان بدانند. کاخ کلیوپاترا. این کاخ در زلزله که در قرن 14 صورت گرفته بود زیر آب دفن شده و در سال 1996 توسط یک تیمی از غواصان کشف شد. این کاخ کم دورتر از ساحل اسکندریه کشف شده. در حفاری‌های انجام شده در این منطقه کشتی غرق شده و یک تکه سنگ گرانیت نیز کشف شده که نوشته ها در بورد پدر کلیوپاترا رویش حک شده. ستون ها، تندیس ها، مجسمه های جانوران مرموز، معابد و زیربنا یک کاخ در این منطقه کشف شده که به نظر می رسد بخش از کاخ بودند. شهر زیر آب رفته اولیوس. این شهر در سواحل مدیترانه یونان قرار گرفته است که در قدیم 40 هزار نفر جمعیت داشت. این شهر به دلیل زلزله و سیل زیر آب رفته که بقایای آن به راحتی قابل مشاهده است. این شهر از شهرهای است که بر روی سنگ بنا شده بود و به دلیل عدم ثبات در هنگام زلزله مدفون شد. خلیج کامبای. خلیج کامبای در هند در زمان آزمایش آلودگی آب کشف شد. اسکلیت ها و دندان های بجا مانده در این شهر قدامت 9500 ساله دارد و از جمله قدیمی ترین شهر مدفون در آب شناخته شده. خلیج کامبای با زیردریایی ها مورد تحقیق قرار گرفته و محققان معتقدند که هزاران ساخته دست بشر در اینجا دفن شده. قدامت این شهر به 9500 سال قبل از میلاد میرسد، یعنی اگر تخمین دانشمندان درست باشد این شهر زمان ساخته شده که هیچ کس تصور نمیکرد که بشر توانای ساخت چنین شهر را با چنین وسعت و زیبایی داشته باشد. در این شهر تکه های سفالی، مهره های تزئینی و مجسمه ها با استخوان و دندان انسان کشف شده و دانشمندان به این باورند که این شهر به دلیل ذوب آخرین یخهای عصر یخبندان زیر آب رفته. شهر زیر آب رفته پورت رویال.
شهر زمان یکی از بنادر تجارتی بوده که در سال 1962 میلادی با زلزله و حل شدن خاک زیر شهر در آب دفن شد. مهمترین بنای تاریخی زیر آبی در نیمکره غربی در این شهر قرار دارد. بخش باقی مانده از این شهر امروزه یکی از روستاهای ساحلی است. قسمت‌های این شهر که در نزدیک بندر بود کاملا از بین رفته و زیر آب دفن شده، ولی قسمت‌هایی که دورتر از بندر قرار داشتند تقریبا سالمند. شهر زیر آب رفته پاول پتری. این شهر از جمله قدیمی ترین شهرهای زیر آب رفته است که در نزدیک یونان و اعماق دریای مدیترانه دفن شده و قدامت آن به 5000 سال می رسد. این شهر در سال 1967 توسط نیکولاس و تیم باستانشناسان کامبریج کشف شد و به عنوان بزرگترین یافته عصر برنز شناخته شد. برخی به این باورند که این شهر همان شهر گمشده اتلانتیس است. از جمله عجایب این شهر این است که با وجود گذشت سالهای سال هنوز هم خیابانها، کوچه‌ها، ساختمانها، گورستانها و حتی مکانهای مذهبی شهر مشخص و واضح است. شهر شیر یا شیجینگ. این شهر در کشور چین به اتلانتیس شرق مشهور شده. در سال 1959 این شهر به صورت قصدی به دست دولت غرق شده و تا سال 2001 به دست فراموشی سپرده شده بود. این شهر در حال حاضر 40 متر زیر آب قرار گرفته است. سبک معماری این شهر از خاندان مینگ و کینگ که 600 سال بر آن حکومت می‌کردند گرفته شده. این شهر دارای مجسمه های زیبایی است که بر دیوارهایش نصب شده. این شهر تا حال فرسوده نشده و حتی جزئیات چوبی آن تقریبا سالم مانده. شهر تونس هراکلیون. این شهر یکی از شهرهای باستانی مصر است که در نزدیک رود نیل ساخته شده و به دلیل شرایط نامناسب محل ساخت به زیر آب رفته. این شهر 1200 سال پیش به زیر آب رفته و امروزه در قسمت غرب خلیج ابوخیر مصر قرار گرفته. همزمان با کشف این شهر باقی مانده 64 کشتی غرق شده، سکه های طلا، تندیس های بزرگ و تندیس های کوچک خدایان مصر، کتیبه های سنگی نیز کشف شد. بیشتر از 700 لنگر کشتی و هزاران وسیله عجیب در این شهر کشف شده که علت غرق شدن آنان به درستی معلوم نیست. شهر زیر آب رفته فاناگوریا. این شهر تقریباً 2550 سال پیش ساخته شده و ساکنان آن در قرن دهم خانه های خود را ترک کردند. فاناگوریا بزرگترین شهر یونان است که فعلا در خاک روسیه قرار دارد. هنوز معلوم نیست که چرا ساکنان شهر همه اموال، خانه و زیورات خود را جا گذاشته و فرار کردند. ادعاهای وجود دارد که این شهر یک شهر افسانه‌ای است و از حقیقت به دور است. قسمت این شهر گورستان و ستون‌های مرمری دیده شده. تشکر از اینکه ویدیو مرا تا آخر تماشا کردین. لطفاً لایک، شیر و کامنت فراموشتان نشه. همچنان کانال مرا سابسکرایب کنین، زنگولک کنار هم فشار بدین. تا ویدیو بعدی، بدرود.